سلام مخصوص بر بینندگان و شنوندگان محترم. امیدوارم که هفته خوبی پشت سر گذاشتید و هفته بهتری در پیش دارید. جایی که ما زندگی میکنیم هواش دچار انقلاب هست، مثل اینکه از هوای خوب دیگه این منطقه ناراحته. یک روز 10 درجه زیر صفر، یه روز 50 درجه بالای صفر، همچین چیزهایی داره میشه. یعنی با فارنهایت که بریم، بعضی رو 10 ماینس فارنهایت هست، بعضی وقتا 50 درجه فارنهایت هست که یه ذره گرم و سرما زیاد میشه. و ما امیدواریم شما در آغوش گرم خانواده خود با یک فنجان قهوه و یا یک استکان چای در ضیافت گفتگوی خودتون شرکت کنید. و شماره تلفن ما اینجا هست 703-337-50-41 و یک تلفنی هستش که خیلی ساده میشه به خاطر سپورت، همون 703 که مال منطقه ما هست، بعد 337 من اون هفتم گفتم مثل یک چیزی داره 37، ممکنه یک مشخصه جو 50-41 هم که خب دنبالش میاد 337-50-41. و آدرس اینترنتی ما هم هست ziafat.tv@gmail.com. ضیافت هم خیلی ساده است، ziafatTV، ziafatTV@gmail.com که زیر صفحه ظاهر میشه. اگر هم که ظاهر نشد، همینطور که عرض کردم خدمتون، ziafat TV. خیلی خوب شد ziafatTV@gmail.com، ziafat TV که میشه ziafatTV، ziafatTV@gmail.com. امیدوارم همه تون خوب و خوش و خرم باشید و به نظر بیاد از صورت ظاهر که خیلی کارا داره انجام میشه و خیلی چیزها داره پیش میره و در ضمن خیلی کارا هست که ما هنوز سر ازش در نیاوردیم. خب به ما مربوط نمیشه که سر از چیزی در بیاریم، اونایی که مسئول کار هستن انشالله بتونن از این مسائل سر در بیارن. فقط بعضی وقتا ما
یک مقدار باز عرض کردم خدمتون، نگرانی یه چیزی هست، کانسرن. ما هنوز نتونستیم بفهمیم این لغت کانسرن به فارسی چی میشه. علاقمند مثبت میشه که مثلا من علاقمند مثبت هستم که ببینم مثلا به سر شما چی قراره بیاد، به اون میگن کانسرن. حالا فارسیشو من نمیدونم، اگر شما ها میدونید زنگ بزنید به همین شماره تلفن 703-337-5041 ما و به ما اطلاع بدید، بگید که بله یه همچین چیزی معنیش این هست. بعد ما یه عکسی دیدیم در روزنامه ها، در اینترنت دیدیم که یک عکسی هست. حالا منم درست نمیدونم تاریخش کی باشه، ولی همینقدر میدونم که تاریخش بعد از انتخابات ایران هست که حضرت امام رهبر جمهوری اسلامی ایران سخنرانی دارن میکنن و دست چپشون آقای لاریجانی که رئیس سخنگوی مجلس هستن، رئیس مجلس هستن، رئیس به اصطلاح سخنگو و رئیس کل نمایندگان مجلس هستن، و بغل دست ایشون برادر ایشون هستش که در قوه قضاییه کار میکنن، و دست راست امام آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم ایران هستن، و بغل دست ایشون آقای هاشمی رفسنجانی نشستن. و این عکس زیاد عکس خوشایندی نیست برای اونهایی که خاطراتی از افرادی که چپ و راست حضرت امام نشستن دارن. به هر حال ما امیدواریم خیر باشه و امیدواریم که هر عملی میشه، هر اتفاقی میفته به نفع مردم ایران بیفته. فقط اینقدر رو باید هوشیار باشن اونهایی که زمام امور به دستشون هست که این حرکت این دفعه مثل حرکت قبلی نمیتونه باشه. همونطور که آقای روحانی و آقای ظریف دو سال خورده در مقابل فشار اروپایی یا فنی‌سازی رو قطع کردن و دستشون به جایی نرسید، حالا با این حقه ها، با این صحبت ها آوردن، و هر روز که میگذره ما میبینیم تکمیل زراب هایی از طرف امریکا زده میشه که بله اینها قرار نیست که نیروگاه آب سنگینشون رو را بندازن و اینا قرار نیست که فلان کار رو بکنن، این کار رو بکنن، اون کار رو بکنن. از اون ورم از طرف نمایندگان مردم ایران که رئیس جمهور منتخب ایران باشن و ایشون خب بالاخره با داشتن رأی مردم هستش که انتخاب کردن آقای ظریف رو به عنوان وزیر امور خارجه شون و بقیه رو به عنوان مسئولین کار، اینها در مقابل مردم مسئول خواهند بود و میرسه یک زمانی که کوچکترین خلافی که در صحبت شده باشه، کوچکترین نادرستی که گفته شده باشه و مردم پی ببرن به این حرف ها، اونجا هستش که مردم در خیابان ها حاضر خواهند شد در مقابل گفته های مسئولینی که وعده هایی دادن، گفتن بله ما رفتیم اونجا و این کارا رو کردیم، که بعد معلوم میشه که نخیر همچین نیست. و در ضمن تهدید حمله نظامی که امریکا هنوز میگه بعد از 6 ماه اگر ما به جایی با ایران نرسیم مهلتتون تمومه و ما قداره رو میکشیم بیرون و این کار رو میکنیم و اون کار رو میکنیم. و بارها ما تو این برنامه گفتیم که به امریکا به هیچ وجه نمیشه اعتماد کرد. تنها کاری که میتونید بکنید درست بدونید چی رو دارید امضا میکنید، درست شرح بدید که به نظر شما این پرونده یا این قرارداد یا هر چیزی که داره نوشته میشه به فارسی بنویسید و به فارسی اینها رو داشته باشید که منظور ما از این صحبتی که اینجا شده این هست. و امریکا هم ید طولانی داره در نوشته هایی که میکنه، مخصوصا آخرین تله‌ای که برای تمام دنیا گذاشتن، آخرین چیزی بود، تحریمی بودش که بر علیه ایران نوشتن و در اون گفتن که بله ما این تحریم رو داریم میکنیم و هر کس هم که خواست دولت اون مملکت
میتونه هر تحریمی رو که مجلس سنا و شوراش خواستن میتونه این تحریم رو بکنه و هیچ کس نفهمید معنی این چی هست. معنی این هست که شما که همه اینو امضا کردید اگر هیچ کدومتون نخواهید کاری بکنید امریکا میتونه با مجلس شوراشون با مجلس سناشون میتونن هر تحریمی رو بخوان بگن و تمام دنیا باید اینو اجرا بکنه. یعنی این قهرنامه سازمان ملل، قهرنامه اون سازمان امنیت سازمان ملل هستش که سکیوریتی کانسل بهش میگن. پس بنابراین بدونی امریکا به هیچ وجه به هیچ وجه خوبی هیچ مملکت به هیچ ملتی رو در دل نداره، هر روزم نشون میده که نداره. و ما کی امکان داره که بتونیم بفهمیم که لبخندی که کسی بر ما میزنه از اون لبخندهای خیلی همچین با اکراه لبخند داره میزنه که خب حالا این که چیزی سرش نمیشه، بذار ما یه لبخند بزنیم جیبشو خالی کنیم. و امریکا در این جهت سر ایران چندین بار کلاه گذاشته که کلاه آخریش اون موقع بودش که گروگانهایی که به علت خیانت دولت امریکا در اون زمان، خیانتی که به انقلاب ایران داشت میکرد، لانه جاسوسی رو تسخیر کردن و ریختن و این بچه ها گرفتن این افراد رو، 44 نفر رو بارست 444 روز گرفتن و ازشون خوبم پذیرایی کردن، به هیچ وجه هیچ کدومشون صدمه ای ندیدن از لحاظ جانی. و وقتی که اینها رها شدن، قراردادی رو که در ژنو بوده یا الجزیره بود کجا بودش که از طرف ایران و امریکا امضا شد، یه آقایی به نام وارن کریستوفر، یه شخصی بودش که امور خارجه اون زمان آقای کارتر رو داشت اداره میکرد، اینها ایران میگفت پولمون رو بدین، اینا میگفتن پولتون رو میدیم و با یک مانور خیلی خیلی ماهرانه تمام دارایی های ایران رو که در تمام دنیا بود و اینها دست روش گذاشته بودن همه رو جمع کردن در آمریکا. یه مقدار طلا بود در انگلیس که اونم وصل کردن به دارایی های دیگه. وقتی که همش وصل شد گفتن خیلی خوب، ما تمام دارایی شما رو داریم، به مجردی که شما گروگان های ما رو رها بفرمایید، رها بکنید، ما هم پول های شما رو آزاد میکنیم به غیر از 500 میلیون دلارش. وقتی ایران گفت چرا این 500 میلیون دلار رو میخوای نگهداری، گفتن این 500 میلیون دلار رو ما در یه حساب مخصوص میگذاریم که اگر کسی از دولت شما، از ملت شما، از شما بخواد شکایت کنه و بتونه برنده بشه، انقدر پول باشه که خسارت اون شکایت کننده ها رو بدن. خب ایران هم به هیچ وقت چی فکر دیگه ای نکرد که خب چیزی دیگه مگه ممکنه باشه. گفتن خیلی خوب، گروگان ها آزاد شدن، ایران هم گفت پولمونو بدید. ایران گفتن خیلی خوب، ما قرارداد رو یه بار دیگه براتون میخونیم که خب متوجه بشین توش چی نوشته. خب ایران هم گفت خب ما توجه کردیم، شما 500 میلیون دلار میخواید که ما در یه حساب برای شما بگذاریم که از این حساب شما بتونید اونهایی که از ما شکایت میکنن از و برنده میشن از این پول ما به اون شکایت کننده ها بدیم. و امریکا در مقابلشون گفت خب بله، وقتی که این 500 میلیون دلار تموم شد اون وقت چی؟ ایران هم با صداقت کامل گفت خب این 500 میلیون دلار که تموم شد، ما یه 500 میلیون دلار دیگه میذاریم تو این حساب. فکر کنین آمریکا چی گفت؟ آمریکا گفت ما به شما اعتماد نداریم که شما بتونید 500 میلیون دلار دیگه تو این حساب بذارین، بنابراین ما تمام پول شما رو انقدر نگر میداریم که کسی از شما دیگه شکایتی نداشته باشه. خب حالا هر کسی میتونه بره شکایت کنه، هر کسی، و تمام مردمی که از ایران شکایت کردن پولهای کلانی گرفتن، اون براشون کافی نبود، یک بنیاد علوی هم هستش در نیویورک که کارهای آمون منفعه میکنه، اونم گیر بهش دادن، تمام دارایی های بنیاد علوی رو امریکا گرفته، به اضافه این مسجدی که توی IEC بهش میگن در مریلند هست اونم گرفته و هر دارایی دیگه هم که داره بنیاد علوی داره همه رو گرفتن.
یعنی تمام اون میلیارد میلیارد 20 میلیارد دلار 40 سال پیش که حالا حتما شده 200 میلیارد دلار همه رو خوردن، به اضافه که هر چی توی چیزی هم بوده ترکاسه اونا رو هم دارن میگیرن. به امریکا میخواید اعتماد بکنید؟ یک کشوری که از تمام مردم دنیا، از تمام کشورهای دنیا پولدارتر هست، شما به اون کشوری اعتماد میکنید که از تمام کشورهای دنیا قدرتمندتر هست؟ شما به اون کشور اعتماد میکنید که در تمام 24 ساعت، در تمام 7 روز هفته، در آسمان، در زمین، روی آب، زیر آب، در فضا آماده هست؟ هر نفسی که میکشید اون شمارش رو داره که چند تا نفس کشیدید، به اون میخواید اعتماد بکنید؟ همونطور که حضرت امام راحل فرمودن، امام خمینی صحبت خیلی جالبی کردن، گفتن به امریکا نمیشه به هیچ وجه اعتماد کرد، این شیطان کبیر هست. و تازگی ما شنیدیم که دارن میگن خب دیگه نگید شیطان کبیر، اینو از چیز در بیارید، این خوب نیستش، با ادب نیست که قدرت بزرگ بگید اینطور. ولی برای اون قدرت بزرگ با ادب هستش که چندین میلیون نفر ما رو از نداشتن دارو، از نداشتن دسترسی به چیزهایی که مال اونها هست محروم کردن با این تحریم هاشون و برای اونا مانعی نداره این کارو بکنن. مرگ بر آمریکا دیگه نگیر گفتن، مثل این که در ایران، ولی مرگ بر آمریکا، کدوم آمریکا رو اینا دارن مرگ بر اون میگن؟ مرگ بر استکبار میگن، مرگ بر اون سیستمی میگن که اجازه نمیده شما نفس بکشید، اجازه نمیده که یک نون خالی از گلوتون بره پایین، یه لقمه نون از گلوتون بره پایین، هر روز واهمه اینو دارین که فردا نونی که یه دلار بوده فردا میشه 2 دلار، پس هم میشه 10 دلار. اینا رو کی داره میکنه؟ اینا رو قدرت های دیگه دارن میکنن. چطور امکان داره در یک روز پول ایران نصف بشه؟ اینو کی داره میکنه این کارا رو؟ تمام این بانک های بزرگ جهانی دارن این کارا رو میکنن، در رأسش هم امریکاست. حضرت امام فرمودن در رأس تمام فساد دنیا امریکاست، اینو که من نگفتم، این درسته، قبول بکنید اینها رو. قبول نمی کنید پای لرزش هم میشینید. 6 ماه، 1 ماهش گذشته، حالا توی ماه فوریه خواهیم بود، فوریه، مارچ، اپریل، می، جون، آخر جوان، این 6 ماه فرصتش تموم شده. اون وقت ببینید چه خبر خواهد شد. آیا مردم ما از ترس این که امریکا میخواد حمله بکنه حاضرن دین و ناموس و استقلال و آزادی خودشون رو از دست بدن؟ اون آزادی استقلالی رو که با تمام این مشکلات به دست آوردن در این 40 سال گذشته تونستن مبارزه کنن و اون استقلال رو داشته باشن. چرا امریکا نگران ازدیاد نفوذ ایران در آمریکای جنوبی هست؟ چرا امریکا نگران ازدیاد نفوذ ایران در آسیای جنوبی هست؟ تمام اون ممالکی که قبلا جزء ایران بودن حالا آزاد شدن. چرا؟ مگه ایران به امریکا چیکار کرده؟ کی امریکا ایران اومده روی سر امریکا بمب انداخته؟ کی همچین کارایی شده؟ چطور امکان داره؟ پس بدونید اینقدر خوش و جشبش نکنید که مزه قضیه تو دهنتون تلخ در نیاد. و هستن افرادی از ایران که مبارزه دارن میکنن، دارن میگن که این حرفا درست نیست، نکنید این کارو. و یه عده‌ای هم هستن که خب بالاخره این چیزا رو میدونن. یک آقای به نام شریعت مداری، یه کسی هستش که مثل این که یک روزنامه ای دارن ایشون، ولی یه آقای دیگه هم به نام کی بود، خدای نوبری، مثل که یک آقای به نام نوبری حرفایی زدن که اینا رو ما داشتیم حالا دیگه نداریم. بیشتر این چیزایی که پخش میشه، به مجردی که پخش میشه، اگر شما اینا رو ور ندارید و یه جا ضبط نکنید، اینا از بین میره و دیگه دسترسی بهش یا غیر ممکن میشه یا اصلا دیگه معلوم نیست کجا میره کجا نمیره. به هر حال ما این آقای حسن شریعت مداری
یه صحبتایی کردن و و اینو ما برای شما سعی میکنیم بتونیم بخونیم براتون و بعد از اون هم یه یادداشتی داریم که انشالله بتونیم اونو بخونیم براتون که ببینیم چی در اون گفته میشه. بله ایشون نوشته اینجا که به کجا می رویم یادداشت روزم اسمشو گذاشتن ایشون و ما کمال احترام نوشتن رئیس جمهور کشورمان در جمع مردم خوزستان می گویند می دانید توافقنامه ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران. و چند ساعت بعد جی کارنی که سخنگوی کاخ سفید هست در پاسخ به خبرنگاران که نظر دولت امریکا را درباره دیدگاه آقای روحانی پرسیده بودند میگوید سخنان رئیس جمهور ایران مصرف داخلی دارد و تأکید میکنند که این مسئله نه برای ما تعجب انگیز است و نه باید باعث تعجب شما بشود. آنچه مقامات ایرانی میگویند اهمیتی ندارد، بلکه آنچه انجام میدن مهم است. خب ما هم حرفی نداریم، ما میدونیم که هر حرفی که در ایران زده میشه امکاناً چیز نباشه، امکاناً مهم نباشه، ولی خب انشالله خیر باشه برای همه. بله، حالا رئیس جمهور کشورمان در جمع مردم خوزستان میگویند میدانید توافقنامه ژنو یعنی چی؟ یعنی تسلیم قدرت‌های جهان در مقابل مردم ایران، ملت ایران. و چند ساعت بعد آقای جی کارنی این حرفو میزنن که این حرفا همش حرفه و ما منتظریم که ببینیم ایرانی‌ها چطور عمل خواهند کرد. اون چیزی که انجام میدهند مهم است، نه اون چیزی که میگویند. خب بعد از امضای توافقنامه ژنو مقامات امریکایی از جمله باراک حسین اوباما، جان کری که رئیس ببخشید که وزیر امور خارجه امریکا هست و ویندی شرمن که سخنگوی وزارت امور خارجه در امریکا هست در مصاحبه‌ای در پی در پی تصدیق می‌کنند که توافقنامه حق غنی‌سازی برای ایران را به رسمیت نشناخته است. خب منظورشان غنی‌سازی صنعتی است که مطالبه اصلی کشورمان است و نه تحقیقاتی و در مقابل آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمان اعلام می‌کنند که اظهار نظر مقامات امریکایی عاری از واقعیت است و مصرف داخلی دارد و تأکید میکنند که دولت مردان امریکایی برای قانع کردن کنگره و لابی صهیونیستی و تندروهای آمریکایی به این گونه اظهارات خلاف واقع در باره توافقنامه ژنو متوسل میشود که با لفاظی تلاش میکنند که نگرانی داخلی خود را حل کنند. خوب گوش کنید چطوریه، این میگه اون مصرف داخلی داره، اونم میگه این مصرف داخلی داره. اومدیم بعد از 6 ماه معلوم شد مصرف داخلی نبود، اون وقت میخوایم چی کار بکنیم در مقابل این قول بیشاخ و بیدم؟ بله، بعد گروه 5 به اضافه در تحصیل عباد جزئیات اجرایی یک آقایی به نام عراقچی هستند که مذاکره کننده محترم و ارشد تیم هسته‌ای کشور ما هستند. میفرمان که این توافقنامه را غیر قابل انتشار دانستند. چرا؟ و گفت پس از توافق ژنو مذاکراتی که درباره چگونگی اجرای آن انجام دادیم نتیجه آن برداشت‌های مشترک به صورت شفاهی بوده و در قالب نو پیپر، یعنی به هیچ وجه سندی اینجا نیست که کسی امضا کرده. من گفتم من اینو میدم اونا گفتم من میگیرم و تموم شد رفت. حالا فردا میاد بگه دبه میکنه. بابا امریکایی‌ها بزرگترین دبه در آورد دنیا هستن.
بر همه دبه دار آوردن تا حالا نشده قولشون رو نگه دارن به عنوان سند غیر رسمی. آقای عراقچی در ادامه میگویند انتشار این سند به معنای رسمیت دادن به آن است و توضیح نمیدهند که اگر این سند غیر رسمی است چرا قرار است اجرای توافقنامه ژنو دقیقاً بر اساس اون صورت بگیرد. خب اینا همه حرفایی که بین خودشون دارن میگن. من آقای عراقچی رو نمیشناسم، این آقای شریعت مداری رو نمیشناسم. اینا افرادی هستن که در صحنه سیاست ایران حاضر هستن و به هم میتونن جواب بدن که آقای عراقچی جواب بدن که بله چرا این صحبت کردن که ما اگر این قرارداد امضا کنیم این رسمی میشه و اگر غیر رسمی دارید با هم حرف میزنید. بله در پی این اقدام دولت امریکا سرکار خانم افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این بیانیه را یک سویه نامیده و گفت بیانیه کاخ سفید برداشت یک سویه و یک جانبه است که از توافقات غیر رسمی اخیر بین کارشناس ایران می باشد و به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت در مورد نحوه اجرای توافق ژنو ندارد. و اینا باز بازی با کلماته. او میگه که ما اینطور فکر کردیم که اینطوریه و ما اینطوری داریم پیش میریم. اینا میگن که نه همچنین شما یه طرفه قضاوت کردید. خب شما طرف خودتون هم بیارید قضاوت کنید که بشه دو طرفه که تقریب مردم معیوم بشه که چی داره میشه چی نمیشه. باز دوباره من میگم ما هیچ کاره هستیم اینجا، ما نشستیم اینجا جز پیشرفت و سربلندی و استقلال ملت و مردم همیشه در صحنه ایران رو چیزی دیگر از اون نمیخواییم، جز اون آرزوی دیگری نداریم. خواسته ما همون خواسته شماست، ولی فکر نکنید کسی که لبخند میزنه یه در باغ سبز میگفتن قبلا نشون میدن به شما با شما دوست شدن. امریکا به چه علت این نفرت رو از ایران داره؟ تا حالا پرسیدید از خودتون که چرا؟ شما چیکار کردید به امریکا که انقدر امریکا به شما تا حالا زور اومده، انقدر به شما اچاف کرده، انقدر با شما بدی داره میکنه؟ تا حالا صحبت کردید با خودتون که چرا؟ بپرسی از خودتون بپرسی که بابا مگه ما به امریکا چی کار کردیم؟ مگه ما به امریکا چه میگن هیزم تر فروختیم که امریکا اینطوری با ما داره رفتار میکنه؟ هیچ کس جواب نداره، هیچ کس نمیدونه بگه چی. نفتمونو بردن، همه کارا رو کردن، وقتی به عراق خواستن وقتی خواستن به افغانستان حمله بکنن ایران اینقدر بهشون کمک کرد، اگر کمک ایران نبود اینا به هیچ وجه نمیتونستن وارد افغانستان بشن. در جنگ عراق هم همینطور. سلام عرض کردم، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم آقای اجلالی. شما باز دوباره از آلمان زنگ میزنید؟ بله خیلی. یه ذره بلندتر صحبت کنید چون صدای شما خوب در نمیاد. میخواید دوباره بگیرم؟ دوباره بگیرین. تشکر میکنم. دوست عزیزی از آلمان دارن زنگ میزنن و ایشون به ما خورده میگیرن که چرا بدبین هستی نسبت به این قرارداد، چرا این قرارداد رو ترکمنچای دارید میگید، چرا اینطور چرا اونطور. ما هم داریم میگیم بابا آمریکا رو ما میشناسیم، شما ها مثل که نمیشناسید و سعی دارید میکنید که آمریکا رو حلوا حلوا بکنید. بکنید، حرفی نداریم. ببینید حلوا از گلوتون پایین خواهد رفت یا نه. بله بله. با توجه به نمونهای من چشم همه به اینجا هستش که وقتی زنگ میزنه بردارم همه این طرف که این رو بخونم. با توجه به نمونهایی که یاد شده آیا این پرسش بدیهی و منطقی در ذهن مردم کشور ما پدید نمی آید که واقعیت ماجرا چیست؟ ما می رو گفتیم به دقیقه پیش که چرا بسیاری از آنچه که برای مردم ایران و در مواردی حتی برای نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی. سلام عرض کردم، بفرمایید. سلام عرض کردم، بفرمایید.
آقا سلام علیکم. آه صداتون همونطوری که هست، یه ذره داد بکشید. من صدای شما رو میشنوم ولی شنوندگان ما نمیتونم بشنوم ببینن شما چی میفرمایید. الحمدلله رب العالمین. یه صحبتی من کنم به شما برادر عزیز، شما برادر من هستید. خب دو نفر داشتن با هم دعوای لفظی میکردن، یکیشون اجازه گوش بکنید برن، یکیشون داشت به اون یکی قانع میکرد اون یکی رو، یکی اون یکی برگشت به این یکی گفت چرا داد میکشی. خب این طرف ناشی بود، مگه من داد میکشم؟ گفت دیدی نگفتم چرا داد میکشی؟ بعد اون حسابی از کوره در رفت. خب برادر عزیز این چیزها رو ما دیدیم، ما گرگ بارون دیده هستیم که جلوی شما نشستیم اینجا، و اگر من از دست شما عصبانی نشم نمیدونم شما به خودتون چقدر اهمیت میدید که میتونید منو عصبانی بکنید. اصلا به خاطر اینکه میگم عصبانی کردن شخصیش بحث درمیده های چون ما میگیم صدای شما نمیاد، برنامه دو هفته پیش رو برید گوش کنید، صداتون رو میبینید چطور داره میاد. منم هیچ جور نمیتونم صدای شما رو بلند بکنم اینجا. همیشه کردیم. شما 3 دقیقه وقت دارید صحبتتون رو بفرمایید. 3 دقیقه. بله. خب هفته آینده زنگ بزنی. ولی فعلا میکنم که به شما عرض میکنم که شما برای ایرانی ها صحبت میکنید یا برای آمریکایی ها؟ ما برای هر دو طرف صحبت میکنیم، چون همه در امریکا زندگی میکنیم، همه ایرانی هستیم. من نگفتم که داره. بله، 1 دقیقه بیشتر از وقتتون نموند. 1 دقیقه بیشتر از وقتتون نمونده. بفرمایید. ما اینجا یک چیز داریم، یک ثانیه شمار داریم. از موقعی که زنگ زدی تا حالا شده 3 دقیقه و 27 ثانیه. حالا شد 28 ثانیه. خیلی خوب، بس دعوامون بس. میخواید من قطع کنم که باز دوباره هفته آینده زنگ بزنید؟ نه، من فقط خیلی چیزا فقط نظرم رو بهتون در مورد یه موردی فقط بفرمایید. شما فرمودید چرا دلار یه دفعه میشه 2 برابر. من میخوام به شما، من همچی چیزی نگفتم. من نه برادر عزیز اشتباه شنیدی، من گفتم چطور امکان داره که پول ایران در 24 ساعت نصف بشه. من گفتم چطور امکان داره که پول ایران در 1 روز نصف بشه، تومن ایران 50%ش رو از دست بده. بفرمایید. یه آقایی هستن که تجارت میکنن. بله. این آقا تجارت نمی کنه که این آقا ببینید، والا جمع کنید تمام در پرورده اون
سیاست 80 گذشته است. آقای ادجلالی شما آقای این آقایی که در ترکیه 80 جوان 29 ساله ای که 87 میلیارد یورو ایشون جابجا کرده رو خودش شنیدی؟ نه خیر من نشنیدم. همینقدر که عرض کردم خدمت شنوندگان و بینندگان محترم، یه عکسی دیدم که حضرت امام اون وسط وایسادن، رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران این وسط وایسادن، دست چپشون دوتا برادرای لاریجانی هستن، دست راستشون آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم ایران هستن و بغل دست ایشون آقای هاشمی رفسنجانی نشستن. از شما من هیچ چیزی نمیشنوم راجع به این. من منظوری ندارم، وقتتون تموم شد. بله این دوست عزیز ما حرفاشون بجاست، بعضی صحبتاشون بجاست. این آقای زنجانی، نامی بابک زنجانی، خیلی خیلی پول دار شده. از چی پول دار شده من نمیدونم، از کجا پول آورده نمیدونم. در زمان آقای 8 سال گذشته بوده، در زمان 8 سال قبلی بوده، 10 سال 8 سال قبل از اون بوده، نمیدونم اینا رو. و در این 8 سالی که گذشت آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بود، این دوست عزیز ما میگم که این آقای دکتر محمود احمدی نژاد هیچ غلطی نکرده، هیچ کار نکرده. خب ما میذاریم به عهده شما بینندگان شنوندگان محترم که در این 8 سال گذشته چی شده. و ایشون میگه در 100 روزه اول آقای رئیس جمهور جدیدمون آقای دکتر حسن روحانی تونستن این کارا رو اینطوری بکنن. اینا همش عوام فریبیه، اینا همش عوام فریبیه. قدرت دست کیه؟ قدرت دست حضرت رئیس جمهور ایرانه یا قدرت دست بازاری هاست که پول دستشونه؟ یا قدرت دست اونایی که پول همش دستشونه؟ یه روزه پول دلار رو میارن از 1000 تومن میکنن 3000 تومن، روز بعدش میکنن 1000 تومن. رئیس جمهور ها در مقابل این نوسانات اصلا از دست میرن. ای مردم، ای ملت ایران، به دولت خود، به مردم خود، به افرادی که تو اون صحنه حاضر هستن ایمان داشته باشید. این مردم هستن که چرخ اون مملکت رو دارن میچرخونن، نه منی که اینجا نشستم. من از دور دارم نگاه میکنم، بله اتفاقاتی داره میفته، چیزهایی داره میشه، عده زیادی دارن میرن اونجا برای تجارت. چه تجارتی؟ چی برای ما دارید میارید؟ آیا میخواید جیب ما رو ببرید؟ یا واقعا دلتون برای ما سوخته، میخواید یه کارخونه بزنید که از اون یه مقدار کارگرهای ما ازش یه مقدار نون در میارن و مردم ما ازش یک کار یاد بگیرن؟ ما نفهمیدیم چرا اینطور حلوا حلوا میکنید یه خارجی رو که هیچ نیت خوش برای شما نداره، نداشته، هیچ وقت هم نخواهد داشت. شما با زیرکی باید بتونید انتخاب بکنید، نه در بحبه که ای داد من اگه امضا نکنم با این شخص این قرار دادو 6 ماه بعد به من حمله میکنن. این حرفا نیست. اگر کسی میخواست به شما حمله کنه تا حالا 100 بار کرده بودن. اینا از ترسشون جلو نمیان، مگرنه چی؟ اگر اینا مطمئن بودن که به ایران حمله بکنن و هیچ خبری نخواهد شد تا حالا 1000 بار حمله کرده بودن. اینا نمیتونن، مردم ایرانو دارن میبینن تو صحنه، اون مردمی که از تمام جان و مال خود گذشتن برای خاطر استقلال جمهوری اسلامی ایران. بقیهش هیچ، از ترس اونا نمیتونن جلو بیان. حالا یه مشت موقعیت طلب یا یه استفاده جو از موقعیت هایی که هست جیباشون رو پر کردن و ما شنیدیم که بچه هاشون ماشین های اینم 200 میلیون تومانی سوار میشنم، این کار رو میکنن، این کار رو میکنن. خجالت داره این کارها. مسلمان که نباید این کارا رو بکنه. مسلمان ازدیاد نداشته باشه باید در کاراش، افراط نباید داشته باشه در کاراش. پولی که شما میدید 200 میلیون دلار تومن میدید یه ماشین میخرید، با اون میتونید دو تا کارگاه کوچولو بذارید، 10 نفر برن اونجا کار کنن.
کاری بکنن مصرف داخلی رو تامین بکنن از هر چی هست. این افراد اسمشون رو اسمای مخصوص میذارن، ما اسمشون رو میذاریم افرادی که اصلا به هیچ وجه از انسانیت مو نبردن. شما کجا انسان هستی که میتونی سوار یه همچین ماشینی بشی و راه بیفتی تو تهران یا تو جاهای مخصوصی که شما زندگی میکنید این ور اون ور برید؟ خجالت هم خوب چیزیه، جوونی پدرت باید تو سرت بزنه بگه این کارو نکن. خیلی ببخشید. حالا بله ما ناراحت میشیم، ناراحتی ما برای خاطر خودمون نیست، برای عواقبیه که شما داری. اونی که 200 میلیون تومان میده ماشین سوار میشه، چی در انتظارت هست؟ موقعی که ملت آگاهی پیدا کنن بیان بکشنتون پایین که این پولهایی رو که به دست آوردید از خون مردمه که توی شیشه کردید به دست آوردید، اون موقع چی کار میخواید بکنید؟ نه تحصیل دارید، نه کاری بلد هستید، مفخوری کردید تمام عمرتون. از مفخوری حالا میکشنتون پایین چیکار میکنید؟ اون ملت راضی نیست برای همه این چیزا. اون ملت انقدر محجوبه، انقدر محجوبه که نمیگه چیزی تا کارت به استخونش برسه، همونطور که زمان شاه این کارو کردن. تا اون موقع هیچی نگفتن، تا اینکه حضرت امام گفتن بله وقتشه که اینا برن. وقت شماهایی که ماشینای 200 میلیون تومانی سوار میشید، اسامی مختلف برای خودتون میگذارید و در آمار میدن، همین آماری که دوستان میدن که در سال گذشته چقدر ماشین آخرین درجه، اینم اسمای اینا رو ما بلد نیستیم، ما جز شورولت و فورد و کرایسلر و چیزا تویوتا چیزی دیگه ما بلد نیستیم. مگه اتومبیل غیر از این هستش که شما رو راحت از یه نقطه به یه نقطه دیگه ببره و برگردونه؟ چرا اسراف میکنید؟ کدوم دین اسلام به شما گفته که اسراف بکنید؟ در کجای دین اسلام گفته که اسراف بکنید؟ مصرفین، حتی الله سبحانه و تعالی میفرماید لا یحب المصرفین، الله دوست نداره شما مصرفین رو، عاقبت خرابی خواهید داشت، بدتر از عاقبت اون شاه و بقیه‌شون. بله بعد اینجا ادامه این حرفای این آقای شریعت مداری داریم. این بنابراین برای ارزیابی دقیق یک توافقنامه باید مجموعه آنچه داده ایم را با مجموعه آنچه گرفته ایم مقایسه کنیم. این همون روز اول ما گفتیم چی دادن که اینا پر کنن. ایشون دوست ما از آلمان زنگ میزنن که بله اینطور شد اونطور شد، هی گفتیم آقا چی دادن که بتونن اینطوری بشن؟ آقا نمیگن. آقا چی دادن؟ آخرین چیزیش هم که دیدیم، ایران رو دعوت کردن که در اون کنفرانس برای صلح سوریه شرکت کنن و قبل از اینکه ایران آماده بتونن بشن و برن اونجا بهشون گفتن قبلا باید اینو امضا کنین که از این حرفا نزنین. ایران هم گفت آخه من چطور این چیز امضا کنن؟ گفتن بس نیایید. آزادی، فکر کنید آزادی معنیش چیه برای امریکا و بقیه یارانش که جز زور چیزی دیگه سرشون نمیشه و با زور میخوان مردم رو مطیع کارهای فاسد بد خودشون بکنن. همونطور که امام راحل فرمودن ما دین اسلام ناب محمدی میخواییم، ما دین اسلام امریکایی نمیخواییم. ایشون تشخیص داده بودن، بله تشخیص داده بودن که دین اسلامی که امریکایی‌ها دارن ترویج میکنن اصلا با دین اسلام اصلا چیزی نیست. دین ناب محمدی میخواییم، دین اسلام ناب محمدی. بله اینم که ایشون میگه بله این داده ها چی بوده و از این صحبت ها اصلا کمتر چیزی نمیشه که چی داریم، چی گرفته ایم، آیا در این چیزی که داده شده و گرفته شده
آرا مثبت یا منفی ارزیابی کرد؟ آیا ما بگیم ما بازنده شدیم تو این؟ یک رندی هم میگفت بله، وقتی که آقای رئیس جمهور ایران و آقای دکتر ضعیف جفت میگفتن که این برد برد هست، یکی به بزار میگفت بله اونا بردن، برد برد بردن اونا، ما باخت باخت کردیم، صحبت برد بردی که اونا بردن، بله هرچی داشتیم بود دادیم بردن. من امیدوارم همچین حقیقتی نباشه. من امیدوارم مردم ایران به این سادگی، به این فشاری که از همه جا دارن نمایش میدن که فشار هست، زیر بار یک قرارداد ننگین که از ترکمنچای و بقیهش بدتر باشه نرن. امریکا جرأت حمله به ایران رو نداره، قاسمین سرزمین های فلسطین جرأت حمله به ایران رو ندارن. اگه داشتن تا حالا 100 بار حمله کرده بودن، هیچ کس از خودش نمیپرسه چرا نکردن. آیا دلشون برای من و شما سوخته؟ آیا دلشون برای اون افراد بدبختی که در تمام این مدت 30 و خورده سال 40 سال داره میشه از سال 1979 تا حالا 35 سال این مردم با تمام فشارهایی که بهشون اومده، هواپیمای مسافر بریشون رو زدن انداختن 290 خورده نفر رو کشتن، بعدن گفتن اینا میخواستن به ناو ما حمله بکنن، بعد به اون سری اون کسی که این عمل زشت جنایت قرن رو انجام داده بود با یک تیر 290 نفر رو کشت، بهش جایزه دادن، در همین کاخ سفید دور گردنش حلقه مدال انداختن. با کی طرف هستی؟ با کدوم امریکا؟ توبه گرگ مرگ است، از این توبه نمیتونه بکنه، توبه بکنه بعد نمیره و به هیچ وجه نمیتونه توبه بکنه. 8 سال هل دادن صدام حسینو، 1 میلیون از جمعیت ما رو کشتن، 1 میلیون از جمعیت خود اونا هم کشته شدن. حالا دارن میگن بله ما کل دادیم آقای صدام حسینو، نه تنها اون، این مواد شیمیاری هم بهش دادیم که بندازه رو سر مردم، مردم ایران رو بکشه. چقدر مردم ما هلاک شدن در این چیزهای شیمیایی، در این حمله های شیمیایی. چقدر به تمام دنیا گفتن ای دنیا اینا این کار رو دارن میکنن، دنیا هم گفتن چشمتون کور تا تسلیم بشین، چشمتون کور تا بگید دیگه غلط کردی که استقلال دارید، آزادی دارید، جمهوری اسلامی دارید. بله حالا دیدن از اون راه نمیتونن بیان تو، گفتن خب 2 نفر این تو پیدا میکنی، یه رئیس جمهور. چطور شد که یک و یک رئیس جمهور اینطور آی داد میداد آی فلان شد مهمان شد؟ چطور شد؟ چطور نمیخواید قبول بکنی؟ زیر پاتون یه چیزی گذاشتن که لیز بخورید، خودتون هم نمیدونید اون چیه که لیز بخورید. این همه دارن لبخند میزنن و بعد با این اشخاص رو میشناسین. آقای ظریف سالهای سال تو همین چیز بوده، توی سازمان ملل بوده، همه دوستاش همش میشناسن. آقای کری با این خیلی دوست بوده، اون یکی خیلی دوست بوده، یکی خیلی دوست بوده. دوست بله، منافع ملت و مملکت ما رو باید حفظ کنه، نه دوستیشو، دوستی به جای خود. شما نباید منافع مملکت و ملت و دولت و تمامیت ارضی اون مملکت رو بذاری رو کفه ترازو، بگی بکش ببین چند منه. دوستید به جای خود. اگر نمیتونید دفاع بکنید، اگر اون مایش رو ندارید دفاع بکنید، بیایید در مقابل ملت بگیم بابا ما یه اشتباه کردیم، پشتیبانی کنید از ما که این اشتباه رو برطرف کنید، نه که هر روز یه دروغ دیگه بگیم. بله، مسئولان محترم کشور ما در ارزیابی خود در توافقنامه ژنو یا متن اخیر موسوم به برنامه اقدام مشترک از داده‌های کمتر سخن می‌گویند و بیشتر به گرفته‌ها اشاره می‌کنند. خب چی گرفتن ما نمی‌دونیم. تا آنجایی که رئیس جمهور محترم در اظهاراتی که به عرض پوزش اقراق آمیز به نظر می رسید اعلام می کنند توافق ژنو یعنی تسلیم قدرت های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران. اما وقتی به
متن توافقنامه مراجعه می شود، آنچه داده ایم در مقابل آنچه گرفته ایم نه فقط قابل مقایسه نیست، بلکه بسیار کم اهمیت و ناچیزتر از آن است که با واژه برد برد کمترین تناسبی داشته باشد. چه برسد به این که توافقنامه یاد شده را تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ایران بگیم. بدانیم قدرت‌های بزرگ جهان صد البته در باره بارها طی 30 و چند سال گذشته به اجبار و نه به اختیار در مقابل ملت ایران تسلیم شدن، سر تسلیم فرود آوردن، و اما در تمامی این موارد ایستادگی استقامت ملت ایران کارساز بود و فهرست آن نیز به درازا می کشد. بله این صحبت ما کردیم. وقتی که امریکا ناچار عاجز جاسوس میفرسته از خودی، از خارجی، داخل ایران، تو بازار، این ور اون ور، اینا میان میگن که بله همه آمادن که فردا اختشاش بشه و فلان بشه، اینا یکی رو میرسن یه دعوا را بندازه، میگن نه خبری نشد و دستشون رو شد و یه دست جاسوس هاشون رو اونجا گرفتن و گرفتارشون کردن و فلان کردن. بعد میگن چی شد؟ ما به اینا میگیم آخه نفهم. ای امریکایی که فکر میکنی اقتصاد ایران رو میتونی باش بازی بکنی، اقتصاد ایران دست تمام مردم ایرانه، دست یکی دوتا نیست. سعی شده که اینطور بکنن، نمیتونن. ما امیدواریم که امریکا باز دوباره بتونه به عقل و شعور برسه و بتونه با مردم ایران، با مردم ایران طوری رفتار کنه، قبول کنه که این مردم میفهمند، این مردم میفهمند. بفرمایید خواهش میکنم، بفرمایید خواهش میکنم، صداتون پخش میشه، بفرمایید خواهش میکنم. خب صداتون میاد، بفرمایید خواهش میکنم. بله صحبت نکردم. به هر حال امیدوارم که همه خوب و خوش و خرم باشید در میون تمام این صحبت ها. وقتی که این قراردادها امضا شد و فلان شد، امریکا گفت بله 8 میلیارد دلار پول شما رو ما به شما تحویل میدیم. خب اونان که در ایران هستن خب بالاخره گفتن خب این یه چیز نتیجه خوبی هست، 8 میلیون دلار رو بدید، 8 میلیارد دلار رو بدید. خب بعد خبرش چطوری در اومد؟ خبرش اینطوری در اومد که اولا 8 میلیارد دلار نیست و 4.2 میلیارد دلاره که تمام این 4.2 میلیارد دلار هم یه جا بهتون نمیدیم، در 8 قسط بهتون میدیم. یعنی چی؟ یعنی نه تنها این 6 ماه تموم میشه، 2 ماه دیگه هم مونده بعد از این که به شما این پولا رو پس بدیم. پول خودتونه، پول خودتونه، مال کسی نیست، مال شماست، مال ملت ایرانه، مال اون مردم زحمتکش ایرانه. اینم حقه ایش کشور بزرگ پولدار دنیا. 8 میلیارد دلار تومن 8 میلیارد دلار ایران رو نصفش کرده، نصفش هم در 8 قسمت میخواد بده. ما به کی اعتماد بکنیم؟ به امریکایی که اقتصاد سالانش 20 تریلیون دلاره، 8 میلیارد دلار ما رو که تو جیبش گذاشته نمیخواد بده. با کی طرف هستید ای دوست من که در آلمان هستی؟ با کدوم امریکا میخوای اعتماد بکنی؟ در هشت قسط میخوان اینا رو بدن. خب و چون میدونن دولت اسلام، مردم مسلمون حق ندارن بهره از کسی برای پولشون بگیرن، خب این 8 میلیارد دلار رو گرفتن، اینا حالا چند ساله گرفتن چه به سرش اومده، حالا میخوان در 8 وعده اینو کنن. یعنی اصل پول برای خودشون میمونه، منافعی که کردن در 8 وعده میخوان به ما پس بدن. آگاه بشید، بیدار بشید، امریکا قابل اعتماد نیست.
خب این صحبت از اینجا تموم شد الحمدلله. یه صحبت مختصری داریم، یک کودکی، یک کسی داره یه چیزایی میگه اینجا که خیلی خیلی قابل توجه باید باشه برای همه ما. ایشون میگه هر چیزی که من واقعا احتیاج داشتم که یاد بگیرم در کودکستان یاد گرفتم. خیلی جالبه ها، ببینید هر چیزی رو که من احتیاج داشتم یاد بگیرم در کودکستان یاد گرفتم. خب بعدم اینو شرح میدی که چی چیا هست. من یاد گرفتم که با بقیه هر چی دارم سهیم باشم. خب مثلا شما یه دونه عروسک دارید میخوایی بازی بکنید، با هم دیگه بازی این سهیم. همیشه سعی کنید تو بازی با همه خیلی خوب بازی بکنید، به کسی تجاوز نکنید، اجازه ندید کسی به شما تجاوز کنه، بازیتون بازی عادلانه باشه. اینها رو میگه کجا یاد گرفتم؟ در کودکستان. خب ما کودکستان رفتیم، حتی شما رفتید میدونید که چی داریم میگید. هیچ وقت تعرض بدنی به هیچ کس نکن. یعنی چی؟ یعنی به هیچ کس رو نزن. مثلا دست اینطوری میزنی به بچه کوچیک بغل دستی یا اون یکی، هیچ وقت این کار رو نکن. تعرض نکن به کسی، مخصوصا تعرض بدنی. وقتی که با چیزهایی که بازی کردید و تموم شد، از همون جایی که پیدا کرده بودی اینها رو باز همون جا باز دوباره بگذار. این یک نصیحت خیلی بزرگیه که همه میتونن ازش استفاده بکن. بعدم میگه هر دفعه هر کاری کردید و یه جایی رو مثلا یک آشغالی چیزی ریخت، حتما اونا رو قشنگ تمیز بکنید و پاک بکنید مثل اولش بشه. چیزهایی که مال شما نیست بر ندارید. وقتی که بازی میکنید با یه چیزی در کودکستان، میگه یه عروسک قشنگی هست، اینو ور ندارید با خودتون بخواید ببرید جایی. چیزی که مال شما نیست اون مال شما نیست، دست نزنید به اون. چیزی که مال شما نیست رو بر ندارید. وقتی که به یکی یک کاری کردید که اون از شما ناراحت شد، وقتی کاری کردید که کسی چنان ناراحت شد که شما احساس کردید، همیشه ازش پوزش بطلبید. همیشه بگید ببخشید، ببخشید که من هر چی زدم که امکانم شما ناراحت شد. همیشه دستاتون رو قبل از اینکه غذا بخورید بشورید. خب این یک نصیحت تقریبا عمومی هستش که ما باید این کار رو بکنیم. من تا اینجا وای میستم، بقیهش هفته آینده براتون میخونم. خیلی تشکر که تشریف آوردید در برنامه خود شرکت کردید. و برنامه ما یه ساعت بیشتر نیست، اونهایی که میخوان تلفن کنن زودتر زنگ بزنن. میبینم که چند نفرم زنگ زدن، ما نتونستیم به اونا جواب بدیم. تا هفته آینده مرحمت عالی زیاد. تشکر میکنم از حضور شما.